عصر همگی بخیر. برای من بسیار جذابه که بعد از قرنها مولانا یا همون رومی که شما غربیا بهش میگید سر زبون افتاده. من مولانا جلال الدین رو از جرگه خودم میدونم. اون یک عاشق تندرو بود. اگر آدم در عشق تندرو نباشه عاشق نمیشه. مولانا هم قبیله خود منه. مولانا مثل آقا کسی است که بدون هیچ ملاحظه‌ای با تمام وجودش عاشق بود و عشق می‌ورزید. عاشقی که براش درست و غلط اصلا مهم نبود. خصوصا این روزها در آمریکا و اروپا ناخودآگاه همه دارن از مولوی صحبت میکنند. خیلی برای من جذابه که در اونها تحول ایجاد کرده و این بسیار زیباست، چون مولانا نه براش پاداش مهم بود و نه تقاص. خودشو توی عشق انداخت و سوخت و در اشتیاق عشقی که داشت کباب شد. هر کسی که عاشق واقعی باشه باید مثل جلال الدین باشه. همه در عشق به دنبال برآوردن نیازهای شخصشون هستن، اما نیازهای سطحی شاید، ولی مولانا رسیدن به حقیقت نهایی رو برای خودش هدف قرار داده بود و بدون اشتیاق و عاطفه‌ای که مولوی داشت این امر ممکن نخواهد بود. خیلی جالبه که در دهلی نو شنیدم که کلوبی باز شده به نام مولانا یا همون رومی. در چشمانم اشک جمع شد وقتی اینو شنیدم. بسیار خوشحال شدم که مردم متمدن امروزی دارن شعرهای این مرد بزرگ رو بعد قرنها میخونن و تحت تأثیر عشق این مرد بزرگ قرار میگیرن. اشتیاق مولوی آتشی بود که میسوزوند، سوختنی که نه از سر سود و منفعت بود بلکه فقط می سوخت. عشقش به شمس، عشقش به حسام، عشقش به تمام زندگی. تو گویی این مرد هنوز در حال سماه و هنوز داره می چرخه و می رخصه و در عشق و اشتیاق داره می سوزه. این مرد یک الگوی بسیار بزرگ برای تمام عاشقانه راه حق است و من خیلی شعرهای اون رو دوست دارم و همیشه شعراش رو زمزمه می کنم. اون یکی یه واقعی از نظر من و من اون رو هم قبیله خودم می دونم. و از شما می خوام اگر می خواهید عشق واقعی رو بشناسید، مولانا یکی از بهترین افرادی است که باید الگوی خودتون قرار بدید. این مرد پس از قرنها دوباره داره صدای خودش رو به گوش ماها میرسونه و این یک موهبته که باید قدرش رو بدونین. من مولانا رو هم جرگه خودم و هم رده و هم دسته خودم میدونم. اون یک یوگی حقیقی بود، یک یوگی واقعی.